آفرین آفرین، مجازات تو خوب انجام دادی، به تبریک میگم. مجازات چی باشم؟ عوض کرده بودم من اینو رو. آره که تو خیلی فیس اینجا دوست داری عوض کرده بودی درست کنی. امیدوارم جمعه خوبی رو داشته باشید. ما اومدیم با غذا، اومدیم میخواییم غذا بخوریم با یه موکبانگ دیگه. البته مجازاتش و موکبانگ ترکیب شد دیگه، با هم یک شد، قرار بود. بچه من فسنجون درست کردم، اما به روش فسنجون، به روش تهرانی ها. ما شمالی ها فسنجون رو با رب انار درست نمی کنیم. با لوبه چی درست میکنی؟ چه شما نیا؟ با لوبه آلوچه درست میکنی؟ لوبه آلوچه، آره خوردم اونا. آره ولی انار خدا باید چیزی گست. ولی انار واقعا این چیزی گست. من خودم به شخصه که شمالی هم لوبه لوبه انار دوست دارم. لوبه انار، آره با لوبه انار درست کردم، ولی به روش شمالی با مرغ درست کردم. من اینا شادم تهرانی هم با مرغ درست کنن. تهرانی هم با گوشتقلی درست میکنن. من با گوشتقلی خیلی دوست دارم، با مرغ بیشتر دوست دارم، ترجیح دادم با مرغ درست کنم، ولی با رب به انا. عاشق فسنجون هم، یعنی فسنجون همه مدل دوست دارم. گوشتقلی یه چیز دیگه است. آره خب بفهم. بفهم. چه خبره؟ سلامتی. بچه میبینم که خیلی دارید میتر کنید. آره بچه ها خیلی فعالن. آفرین، مرسی از کامنت ها، لایکاتون و میبینید ما رو دنبال میکنید. ممنون. تو اینستان بیاین ما رو دنبال کنید، همینجا هم دنبال کنید، لایک کنید، کافیه. من قانه. نه ولی من قانه نیستم. من قانه. چرا دارم من برفو هم برفو میکشم؟ گشتن ترزه. نه خیلی گشتن بشت اتفاقه. نیم این قضا چی میگن؟ فسنجان، فسنجون، فسو... فسنجان. شماره تو این ظرفا میزن. بهش میگن. بهش میگن. یادم. گمج. تو این ظرفا درست میکنن. آره. فسنج. تو اینا. توری. همه چی بچه میشه. حالا تو سفالی توریه. همه چی میشه توش درست کرد. حتی برنج هم میشه توش پخت. یعنی ظرفی که برای همه چی استفاده میشه. من داشتم خورش هم میگیرم. داشتم که اصلا فسنجون ولی تو گمج درست کنه. آره یه چیز دیگه است. آره اصلا میگم مزه. بعد فسنجون باید حداقل مثلا 5 ساعت بمونه قشنگ رو گل با شوله کم قشنگ بپزه. ولی خب دیگه ایشون چون عجله داره. بخاطر مجازاتت از قضا مادر. سری درستش کردم. دوست نداری تو. نه من میخورم اصلا. کی گفت من دوست دارم؟ فقط من باید برم قاشق بیارم. یادم رفت برش قاشق بیارم. آره تو حرف بزن من بیام میارم. خب برو من تا در مورد تاریخ شاد تو باید نه گو پس بزن من بیام. یک بزنی باید سر کن. دو پشت من باید قاشق بیارم. بله تو رو خدا نگاه کن. یادش رفته. تو رو خدا نگاه کن با این زندگی. قاشق مهمترین چیز قاشق. خورش تو یادش. بچه ها ببخشید چند ثانیه هم نشد قاشق سریع آوردن. آره الان کات خورده دارم وز شده. یک روب به من نشستم بره قاشق بیاره. یه روب خب عزیزم بفهم. یه روب به انار خب حالا این تاریخشاشو بگو تا من میکشم. بچه ببینید اصلا رنگو ببین حال کن. یه جا میخوندم گفتن تو دوران ساسانیم بوده همچین غذایی شبیه فسنجون، ولی بهش فسنجون نمیگفتن. اسمشو نزده بوده، با همچین موادی بوده، با بادون بیشتر بوده اینجور چیزا. مکتوب چیزی نیستش اکی بوده. چیزی که مکتوب بوده از زمان صفوی یه غذایی بوده سیاه پالو. پلو سیاه پالو بهش میگفتن. از این زمان تو امروز چیکار داری میکنی؟ یه چیز خون بهش بودن روم نمیشه. پالو بهش میگفتن. خب ولی اصلیتش که خیلی محبوب شده بود تو دوران قاجار بوده. غذای مورد علاقه چیز بوده، ناصرالدین شاه بوده. خب بعد تازه تازه میبینه بیشترش راست با مرغ پرنده با گوشت پرندجاته.
کبک و خروس و ادامه نده عزیزم. با گوشت همه مدل پنده اصلشه، یعنی اصلش با گوشت پنده است. برای چیزی شمالی با غازم درست اردک. اردک و غازنده چیاره میگن با گوشت اردک خیلی خوشمزه است. من یادم رفته به خونه یکی از اقواممون، بعد ها من دوست ندارم، من به جز مرغ چی بعد تازه مرغ چی تازه مرغ هیت مثلا اینجوری حیاتشون همشون دمونم نمیخورم نه باید ببینی آما نه چیز رفته بودیم خونه یکی از اقواممون، بعد فسنجون درست کرده بود، اقوام خیلی نزدیکی هم بود تا خورده به به چه فسنجونی نه حالا گوش بده درست کرده بود، بعد نگ بنده خدا میدونسته که من و دخترش نمیخوریم با مرغ برای ما درست کرده بوده واسه خودش و مامانم و مثلا بقیه با اردک درست کرده بود، مثلا دو نوع درست کرده بود، یه دونه با مرغ درست کرده بود یه دونه با اردک درست کرده بود، و مامانم هی هر یه قاشقی میخورد میگفت دستت در نکنه خیلی خوشحال است، و من دخترش اینجوری بودیم اینا چی دارن میخورن اینا چی میگن انقدر خوشمزه است. من چیزی که شنیدم با گوشت اردک میگن خیلی خوشمزه میشه. شنیدم ولی من ولی تازه تست نکردم با گوشت اردک و هنوز تست نکردم، ولی خب نسبت به گوشت فکر میکنم و نمیدونم حالا بچه شما کامنت بذاری بگید اگه اشتباه میگم من بگید، فکر میکنم مرغ نمتره اردک یه ذره سفتره، یعنی اصلا دیر میپزه. عجیبه شمالی هست و تست نکردی. دوست ندارم خب اصلا تست کنم برای عجیبه. بچه ها جاتون خالی، واقعا فسنج فسنجون واقعا زندگی غذا نیست اصلا، در مورد فسنجون نمیشه زیاد حرف زد. فسنجون بعد آها یه چیزی که میخوندم میدونستی تو زمان ساسانی ها زده بوده همچنین غذا که بهش گفتن فسنجون رو توی ایدا درست میکردن میخوردن، جالب بوده غذای ایرانیه دیگه. چیز بده بیارت بده با بادوم درست میکردن، یعنی به جای گردو بادوم آره. گرفتن با لوبیا درست میکردن بکن به جای چیز لوبیا خورمه سبزیه نه نه با چیز درست میکردم. خب عزیزم کی تو به من قرمه سبزی درست میکنی؟ هر موقعی که تونستی تو بازی منو ببری اگر مجازاتش درست کردن هایه غذای مورد علاقت بود شاید درست کنم. میبینی؟ هیچ وقت نمیدونه منو ببره. ویدیوها رو دیدید دیگه، تو کدوم بازی بوده که تو منو ببره؟ باید تلاش کنی، تمرین کنی، به این راحتی ها نیست. وای استخون بود روشه دونه. این بود از مجازات هفته قبل. واسه هفته بعد نه میخواییم بوی بازی کنیم با مجازات. شاید هم بازی نباشه هفته بعد. نه بازیه، نه شاید هم بخوام کار دیگه انجام بدیم. یا اول بچه اگه منو ندیدید حلالم کنید. نه عزیزم نترس، وام به ضرر بده. خب بچه ها فسنجون حتما تو این گمجا درست کنید، رفتید شما بخرید ظرف باحال توی رودبار داره، تو گیلان داره، مازندران نمیدونم ولی تو گیلان داره، حتما از اینا بخرید توش غذا درست کنید. ما گیلان بود خریدیم. آره بندران زدی همین؟ حرفی سخنی؟ نه دیگه نه. این بود از فسنجون ما. حالا بفهم بخور خوشمزه شده؟ میشه جونه دنسم. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام هم دنبال کنید. مراقب خودتون باشید، دوستتون داریم. شما یه عالمه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. مراقب خودتون باشید. خدافظ. یا اول پورتو نگاه کن یه نگفتم برم اصلا خورد پیشه میزم گوشی رو میشکنم آنی هم بل شکر زیاد میریختم خیلی ترش شده نگذیری